سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تعجیل الفرج آقامون امام زمان، شادی ارواح طیبه شهدا، علما، امام شهدا، اموات مؤمنین و مؤمنات، اموات و ذوی الحقوق هممون، پدر مادرامون، اموات بیوارث و بدوارث و خوشنودی قلب مقدس آقا و ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نزدیک ماه شعبان و بعدش هم ماه مبارک رمضان هستیم. یکی از مسائلی که این روزها مبتلا به مردم هست بحث روزه های قضاست و بعدش هم که خب ماه مبارک رمضان خواهد آمد و اصل روزه ها. چند نکته در مورد روزه و کفاره و روزه قضا خدمتتون عرض بکنیم. نکته اول این که اگر کسی روزه قضا به گردنش باشه، روزه مستحبی نمیتونه بگیره، واجبه که همون روزهای قضاشو بگیره، و اگه نیت روزه مستحبی هم بکنه روزش درست نیست، یعنی نه روزه قضا حساب میشه نه مستحبی. مفتی گشنگی کشیده. اگر کسی از ماه مبارک رمضان سال قبل روزه قضا به عهده‌اش هست، مثلا چند روزی رو باید قضا بکنه، به فتوای اکثر فقها من جمله مقام معظم رهبری واجبه که تا قبل از رسیدن ماه رمضان بعدی قضای روزه هایی که از ماه رمضان قبلی به گردنش مونده بگیره. مثلا اگه کسی 10 روز روزه قضا گردنش هست و تا حالا نگرفته، دیگه تا هم قبل ماه رمضان بعدی تو ماه شعبان واجبه که روزهای قضاشو بگیره دیگه، نذاره به ماه رمضان بعدی برسه. و اگر به ماه رمضان بعدی رسید و قضای روزهاشو نگرفت، علاوه بر این که اونا رو باید بعدن به جا بیاره، کفاره تأخیر باید بدهد. یه مقداری میخوام در مورد کفاره تأخیر صحبت بکنم و یه اشکالات و اشتباهاتی که در ذهن مردم هست اینها رو با هم حل بکنیم انشاءالله، که دیگه وقتی میگن کفاره ما بدونیم چقدر هست. کسی که ماه رمضان قبلی مثلا چند روز مسافرت بوده یا عذر شرعی داشته که روزه نباید میگرفته، این بنده خدا خب روزهای قضا به گردنش هست دیگه، باید تا ماه رمضان بعدی بگیره. حالا اگر نگرفت و خب به ماه رمضان بعدی رسید، این باید کفاره تأخیر بده. کفاره تأخیر چیه؟ به فتوای اکثر فقها من جمله مقام معظم رهبری، کفاره تأخیر اینه: برای هر روز روزه قضایی که نگرفته و 1 سال گذشته، برای هر روز 750 گرم طعام، مثل برنج، مثل نان، مثل گندم، مثل ماکارونی و امثال اینها، برای هر روز به فقیر بدهد. گفتیم کفاره تأخیر چیه؟ 750 گرم طعام برای هر روز. یکی از سوالات اشتباهی که مردم از ما میپرسن و از سامانه تلفنی حرم هم زیاد پرسیدن و ما هر دفعه براشون توضیح دادیم، معمولا اینه که میگن کفاره تأخیر چنده، چند تومنه. این سوال اساسا سوال غلطیه. کفاره تأخیر چند تومنه یعنی چی؟ مگه کفاره تأخیر پول هستن؟ کفاره اصلش خود جنسه. باید 750 گرم طعام ما به فقیر بدیم. بله، می توانیم یک فقیر خاطر جمعی که حرف گوش کنه، به حرف ما گوش میده، همون چیزی که ما میگیم تهیه میکنه، پول 750 گرم طعام رو بهش بدیم
بگیم خودت از طرف ما برو تمام بخر، ما میخواسته بخریم به شما بدیم 750 گرم نون مثلا، تو خودت برو بخر. در این صورت اگر شما خاطر جمع باشه که این فقیر حتما با همین پول میره تمام میخره، اشکال نداره. ولی اگر یه فقیر ناشناسیه، شما میگی حاج آقا من چه میدونم این فقیر میخرد یا نمیخرد، فایده نداره. یعنی مردم اگر خیال میکنن پول بدن کفارشون ادا شده، اشتباه این حرف. پول کفاره نیست. کفاره میتواند پول بدهد به شرطی که طرف بره همون جنس رو بخره. اگه ما به فقیر پول دادیم رفت قبض آب و برقش پرداخت کرد، کفاره ما ادا نمیشود. برای همین ما میگیم کفاره چنده، حرف غلطیه. خب میگه آج آقا همون 750 گرم تا ما چقدر پول به فقیر بدیم؟ میگیم آقا ما چی گفتیم؟ گفتیم کفاره میتواند 750 گرم برنج باشد، میتواند 750 گرم نان باشد، میتواند 750 گرم گندم باشد، میتواند 750 گرم ماکارونی باشد و امثال اینها. شما میگی چنده؟ کدوم یکی از اینا رو میخوای به فقیر بدی؟ یه نرخ که نیست که. مگه قیمت برنج و ماکارونی و نون یکیه که میگی چنده؟ هر کدومش یه نرخی داره. برنج میخوای بدی؟ چه برنجی میخوای بدی؟ برنج ایرانی میخوای بدی؟ پاکستانی میخوای بدی؟ هندی میخوای بدی؟ کدومشو میخوای بدی؟ اصلا هم ربطی به طعام مصرفی شما نداره. یعنی کسی که اصلا فقط برنجم خورده میتونه کفاره نون بده، میتونه ماکارونی بده، میتونه برنج بده، هر کدوم دلش خواست بده. یعنی اختیار با شماست، ولی بالاخره یک کدومش باید معلوم بشه چیه دیگه. الان عمه میپرسه میگه آج آقا کفاره من چقدر به فقیر بدم؟ میگم من چه میدونم تو چی میخوای بدی، ما که نرخ همه اینا رو که نداریم که. بعدش هم شما میدی باید فقیر بره همون رو بخره. خب سوال، پس چرا دفاتر مراجع نرخ تعیین میکنن؟ حاج آقا شما که میگی کفاره پول نیست، پس چرا دفترها پول میگیرن برای کفاره؟ این سوال خوبیه. اتفاقا اشتباه مردم هم به خاطر همین اتفاقه که میگن حاج آقا دفاتر مبلغ اعلام میکنن و کفاره پس پوله. نه، حالا من اینم پاسخ بدم به شما. دفاتر مراجع که مبلغ اعلام میکنن، اولا که وظیفه‌ای ندارن که کفاره ما رو بدن، دارن لطف میکنن، خدا خیرشون بده که کفاره ها رو میرن پرداخت میکنن. این نکته اول. نکته دوم، دفاتر که نرخ اعلام میکنن میگن اگه میخوای کفارت رو ما برات رد کنیم به ما اینقدر بده، ما باش 750 گرم طعام میخریم به فقیر میدیم. این به این معنا نیست که مردم خودشون اگه خواستن مستقیم برن کفاره رو پرداخت کنن همه قدر بدن، کلن درسته. این کفاره که نرخش تعیین میشه برای اینه که اگر کسی میخواد به اون دفتر کفاره رو پرداخت کنه که اون دفتر رو وکیل کنه برن برای فقیر طعام بخرن اینقدر بدن. اما این به این معنا نیست که خودت هم اگه خواستی به فقیر بدی کلن همقدر پول بهش بدی و درست باشد. این نکته نکته دقیقیه، من این رو خواستم روشن بکنم، نمیدونم شد یا نشد. کفاره پول نیست، کفاره خود جنسه. البته ما میتوانیم فقیر رو وکیل کنیم بره او طعامو بخره. پس شما زنگ میزنید از ما نپرسید کفاره چنده، بگید کفاره چیه اگه مثلا کسی نمیدونه. ما بهش میگیم کفاره 750 گرم طعامه. خب اینجا شمایی که انتخاب میکنی چی به فقیر بدی. به یه فقیر میگه آقا من 10 روز روزه غذا داشتم نگرفتم، 10 تا 750 گرم باید به شما کفاره بدم. برو قیمت کن ببین 10 تا 750 گرم ماکارونی که میشه مثلا 7 کیلو نیم ماکارونی چنده؟ الان ماکارونی کیلویی هم میفروشن دیگه، دیدید حتما. آقا 7 کیلو نیم ماکارونی چقدر در میاد؟ شما پولشو بهش بده بگو برو با این 7 کیلو نیم ماکارونی بخر مثلا. اگر رفت و خرید درسته. یه اشتباه دیگه ای هم که مردم میکنن اینه، مثلا پول نون محاسبه کرده، فرض کنید مثلا برای هر روز 10,000 تومان مثلا میگم، 30 روزش شده چقدر؟ شده 300,000 تومان. این 300,000 تومان پول چی محاسبه شده؟ پول 30 تا 750 گرم نون محاسبه کرده.
این پولو میگه حاج آقا من میتونم یک کیسه برنج برم بخرم بدم به فقیر؟ توی کفاره من از اولش دارم میگم وزن مهمه، وزن موضوعیت داره. شما اگه یک کیسه برنج بخری میشه 10 کیلو برنج، ولی اگر بخوای کفاره برای 30 روز بدی، 10 کیلو مال چند روز برنج میشه؟ میشه مثلا مال 12-13 روز. شما این وزن مهمه، اصلا قیمت مهم نیست. شما نمیتونی بگی آقا 300 هزار تومان کفاره است دیگه، چه فرقی میکنه او 300 هزار تومان رو بره نون بخره یا بره برنج بخره؟ فرق میکنه عزیزم، چون وزن تو کفاره موضوعیت داره، وزن مهمه. برای هر روز باید 750 گرم طعام بشه. حال شما میتونی برنج بدی، میتونی گندم بدی که ارزون تر در بیاد، دست خودتونه. پس اگه یه فقیری بهش پول دادن، یا مثلا شما یه خیری هستی، افرادی تحت تکفل داری، پول جمع میکنن، یا اینایی که تو مسجدن، این خیلی مسئله مهمیه. یا کفاره از مردم جمع نکنید، یا اگه جمع میکنید حواستون به این مطلب باشه. مسجد آمده کفاره از مردم جمع کرده، خب تو چه میدونی مردم پول چی حساب کردن دادن؟ پول گندم دادن، پول برنج دادن، بعد میره برنج میخره میده به فقیر. خب آمد و منده پول گندم حساب کردم انداختم، شما او وزن مورد نظر من تهیه نکردی، چون برنج گرونتره. اینایی که کفاره جمع میکنن یا باید او حد اقل رو بگیرن، یعنی همون نونو بدن که خاطر جمع کفاره همه ادا شده باشه، یا باید تفکیک کنن بگن آقا مال برنج اگه کسی میخواد بده مثلا روزی فرض کنید 20,000 تومان میشه، 30,000 تومان میشه. برای گندم اگه میخواد بده روزی 7,000 تومان، 10,000 تومان. برای ماکارونی مثلا روزی 30,000 تومان. نمیدونم، تفکیکش کنن. و الا همه رو ریختن توی یک صندوق، شما نباید اینا رو بری برنج بخری به فقیر بدی. مگر اینکه مردم بدونی پول برنج رو محاسبه کردن دادن که بیشتره. مردم کار نمیکنن معمولا. معمولا مردم میگن آقا کفاره همو حداقلش دیگه، مگه یکی پیدا بشه حال داشته باشه بخواد بیشتر بده. پس بنابراین اگر شما کفاره جمع میکنید میخواید به فقیر بدید، مردم پول نون به شما میدن، شما همون نون رو بدید. پول برنج دادن، برنج بدید. پول ماکارونی دادن، ماکارونی بدید. این نکته خیلی مهمیه تو کفاره. کسایی هم که مریضن، روزه برای اونها ضرر داره. ببینید کسایی که مریضن روزه ضرر داره، اینا خیلی حساس میشن، میگن آقا ما الان نمیدونیم روزه برامون ضرر دارد یا ندارد. موارد مشکوک رو فقها فرمودن اگر کسی ترس ضرر عقلایی هم داشته باشه نمیخواد بگیره، یعنی شک دارد که روزه براش ضرر داره یا نداره، ولی احتمال ضرر رو میده و ترس براش ایجاد میشه، میگه نکنه روزه برام مضر باشه. به اون مقداری که روزه ضرر داره روزه واجب نیست. تا ما رمضان سال بعد اینا دو دسته میشن. یه عده آدمایی که کلن مریضن، مثلا یه مرضی داره که نه روزه ما رمضان رو میتونه بگیره، نه روزه های قضا رو میتونه بگیره، کلن نمیتونه روزه بگیره. اما یه وقت نه، این آدم روزه ما رمضان نمیتونه بگیره، اما مثلا تو زمستون که روزا خیلی کوتاهه، هر 10 روز در میون میتونه یک روزاشو بگیره، به مریضیش هم فشار نمیاد، مشکلی هم ایجاد نمیشه. این یکی دومیه که میتونه غذاها رو ولو با فاصله بگیره، این باید غذاها رو بگیره و غذا ازش ساقط نیست. اگر امسال هم نگیره بعدم باید بگیره و او کفاره تأخیر رو بده. اما کسانی که یک سال کامل مریض بودن، یعنی از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال آینده به شکلی مریض بوده که نه هیچ روز روزه ماه رمضان رو میتونسته بگیره و نه هیچ روز قضا رو میتونسته بگیره، هیچ کدوم رو نمیتونسته بگیره. چون اگه مثلا بعضی ها ممکنه بگن آقا ما هر روز بگیریم ضرر داره، ولی 3 روز در میون دیگه ضرر نداره، این باید بگیره همون مقدار رو، ولی فرض میکنیم یکی کلن مضره براش. اینجا تا ماه رمضان سال بعد اگه ضرر ادامه داشت، مریضی ادامه داشت که قضا هم نمیتونست بگیره، قضای اون سال ازش ساقطه، یعنی دیگه اون سال قضا نمیخواد بگیره، فقط هم برای هر روز همین کفاره که گفتیم
با رسیدن ماه رمضان جدید پرداخت بکنه درسته. گفتم با رسیدن ماه رمضان جدید، یعنی اگه کسی از ماه رمضان قبلی روزه قضا داره، خب الان بره کفارشو بده حساب نیست، عجیبش رفته، باز ماه رمضان اومد باید بره پرداخت بکنه. لذا حواستون باشه زمان وجوب کفاره رسیدن ماه رمضان بعدیه. الان شما نباید بری کفاره های ماه رمضان قبلی رو پرداخت کنی. اگه پرداخت کردید میشه مثل نماز قبل از اون. اگه الان شما نماز ظهر است رو بخونی درسته؟ نه، باید بذاری از اونو بگن بعد، باید بذاریم ماه رمضان بیاد بعد پرداخت بکنیم. حتی کسانی که میدانند نمیتوانند روزهای قضا رو بگیرن، میگه حاج آقا من خاطرم جمعه که نمیتونم قضا رو بگیرم، اینم به فتوای اکثر فقها باید صبر بکنه، بازم بذاره ماه رمضان بیاد و بعد این کفاره رو پرداخت بکنه. خداوند انشالله همه مریضای اسلام رو به برکت آقای امام رضا علیه السلام شفا عنایت کنه، توفیق عبادت و بهره برداری از باقی مونده تا قبل ماه مبارک و خود ماه مبارک رمضان رو خدا به هممون کرم بفرماید، تعجیل در فرج آقامون امام زمان و سلامتی مراجع عظام تقلید خاصه مقام معظم رهبری اجماعا صلوات خط بفرمایید.